بسیج همگانی برای خوزستان. سه وزیر و چند مقام ارشد دولتی و نظامی در خوزستان حضور یافتند. وزیر آموزش و پرورش با حضور در محل اسکان اضطراری سیلزدگان در شهرستان حمیدیه در جریان خدمات عرضه شده به سیلزدگان قرار گرفت. وزیر کشور در جلسه شورای مدیریت بحران استان با اشاره به گرم شدن هوا و سخت شدن امکان زندگی زیر چادر و در سکونتگاه‌های اضطراری از تلاش برای تسریع در بازگشت مردم به خانه و زندگیشان خبر داد. وزیر نیرو هم با بیان اینکه سیلاب اخیر اگر بی سابقه نباشد قطعاً کم سابقه بوده است، از تصمیم برای افزایش حجم نگهداری آب در مخزن سیمره به منظور کاهش فشار بر سد کرخه و در نهایت کاهش خروجی آب به پایین دست ها سخن گفت. جانشین فرمانده ناجا گفته بیش از 5000 نیرو برای تامین امنیت، امداد و نجات و کمک به ایجاد سیلبندهای خوزستان به کار گرفته شدند. معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هم گفت 50 دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهداری از 7 استان هرمزگان، بوشهر، تهران، یزد، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس به مناطق سیلزده خوزستان ارسال شدند و 30 دستگاه ماشین‌آلات بخش خصوصی هم فرستاده خواهد شد. رئیس کمیته امداد امام خمینی هم از مناطق سیلزده شهرستان شوش دیدن کرد. قرار است رودخانه سرکش کارون که مدتی است افزایش دبی کم سابقه ای را تجربه می کند دوباره سر جایش بنشیند و آرام گیرد. ورودی آب به مخازن سدهای کرخه و دز همچنان در حال کاهش است. اینجا سد کرخه میزان ورودی تا ساعت 10 صبح 2600 متر مکعب در ثانیه هست و خروجی هم 1900 متر مکعب در ثانیه. وزیر نیرو از آرام شدن جریان آبهای ورودی به استان خوزستان از امروز تا 3 روز آینده خبر می‌دهد. ان شاء الله ظرف 2-3 روز آینده با همکاری هم به گونه عمل خواهیم کرد که فشار روی پایین دست کمتر بشه و چنانچه همین شرایط استمرار پیدا کرد انشاءالله در آینده نزدیک مردم به خانه و کاشانه‌شون بازگردن. آقای رحمانی فضلی میگوید از دیروز پرداخت خسارات کشاورزان در ارتباط با سیل‌های 95 و 97 آغاز شده است، اما همچنان به دلیل آبرد بالای آب در روزهای گذشته در برخی از مناطق سیلزده پایین دست رودخانه های کرخه، دز و همچنین کارون کار ترمیم سیلبندها به امدادرسانی ها ادامه دارد. یه شمه ببین دارد مشغول سیلبندی هستیم، هموطنانمون بچه هامون همه ایستادیم دست در دست هم پاکشی برای سیلبند عبدالخان. آب آوردیم، غذا آوردیم که به داد اینا برسیم. اینجا دارن خودشون خستن. غذا آوردیم برای سیلزده ها برمی بریم غذا داریم اساس میکشیم کمک میکنیم. از کجا آمدیم؟ من از شهر آب. حالیان عندون کسرت علیه کسره. این تلاش مردم عین دو برای جلوگیری از ورود آب به این منطقه است. مثل نقشی که دست آقای دفاع مقدس داشته الان داره همون نقش رو ایفا میکنه. مردمش الحق و الانصاف حماسه از ایستادگی در مقابل سیل رو رقم زدن که باید در تاریخ ثبت بشه. آب محاصره شد، حالا هم کارون داره هم اضافتر میشه، از ایور هم کرخان داره میاد. پل مال 110 روستا دیگه نابود شده. الان همون پل آهنی هست که عابر پیاده هم نیست، همین طوری میان. اولویت اول حیدیات کبیر مثل سوسنگیت حمیدیه. اما این سیل به تأسیسات نفتی در هورالعظیم هم خسارت وارد کرد و قسمتی از تجهیزات آن به زیر آب رفته است. تأسیسات نفتی ما در منطقه هور تأسیس شده و همونجوری که مشاهده میکنید با وجود اینکه هور آب گرفته ولی تأسیسات نفتی در حال کار هستند. قرارگاه خدمات رسانی ستاد اجرایی فرمان امام به صورت شبانه روزی در حال کمک به مردم سیل زده است. 75000 بطری آب، 105000 کنسرو، 110000 برگ نان لواش، حدود 65000 پرس غذای گرم. همچنین وزیر آموزش و پرورش برای بازدید از اردوگاه‌های مردم سیلزده در مدارس به خوزستان آمده است. این دانش آموزان خب نزدیک شدیم به پایان سال تحصیلی و برخی از برنامه هنوز تموم نشده. تصمیماتی رو اتخاذ کردیم که ظرف 2-3 روز آینده انشالله اعلام خواهد شد. پیشبینی های صورت گرفته که این دانش آموزان عزیز در اردوهای آموزشی و جبرانی شرکت بکنن.
اما از هواشناسی خبر می‌رسد سامانه بارشی جدیدی وارد مناطق شرقی و مرکزی استان شده است که البته ناپایدار و کمفشار است و به زودی از استان خارج می شود. اما علیرغم ارسال کمک ها از نقاط مختلف کشور، استان خوزستان همچنین نیازمند کمک های از قبیل پوشاک، مواد غذایی، چادر و همچنین علوفه برای احشام است. علی علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز. تا کنون بیش از 9 میلیارد متر مکعب آب وارد مخازن سدهای خوزستان شده. گفتگو میکنم با همکارم مهدی محمودی که در کنار رود کارون مستقر هست. آقای محمودی سلام، اوضاع رودخانه سیلابی کارون و شهر اهواز چطور الان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب. با توجه به ضیق وقت سریع من اطلاعات و اخبار رو خدمت شما ارائه کنم. از کنار رودخانه کارون با شما صحبت میکنم، جایی که دبی آب اون الان در حال حاضر 3200 متر مکعب بر ثانیه است و نسبت به روز گذشته خوشبختانه تغییر نکرده و این یعنی تثبیت کارون و این یک خبر خوش خواهد بود، برای اینکه خطری انشالله شهر اهواز رو در خصوص سیلاب تهدید نمیکنه. با توجه به اینکه وزیر کشور اعلام کردن شب گذشته که در 3 روز آینده به صورت مقطعی 100 دز کارون و کرخر خروجی هاشون رو کاهش خواهند داد، در نتیجه ما میتونیم امیدوار باشیم که در روزهای آینده سطح سیلاب فروکش بکنه و ما به روزهای بازسازی شهرها انشالله نزدیکتر بشیم و زندگی مردم روال عادی رو پیدا کنه. با توجه به گرم شدن هوای خوزستان، اسکان در مناطقی که سیل زده است، در مناطقی که برای اسکان در نظر گرفته شده، دستگاه های خنک کننده چون وجود نداره شرایط بسیار سخته و امیدواریم هر چه زودتر مردم به زندگیشون برگردن. اما همون قدری که باید به فضای مجازی توجه نکنیم در خصوص شایعاتی که برای تخلیه شهر اهواز صادر میشه، باید به نقاط آسیب دیده توجه بکنیم. منطقه عین‌دو در فاصله نزدیک به 10 کیلومتری شهر اهواز امروز به علت شکسته شدن سیلبندش متاسفانه دچار آب گرفتگی شد منازل مردم. سیلی که به سمت منطقه ملاشیه در حال حرکت است و امیدواریم مردم توصیه‌ها رو برای تخلیه منازلشون جدی بگیرن. منطقه شیرین شهر و همچنین روستاهای شهرستان کارون هم در معرض خطر هستند که امیدواریم مردم نسبت به تخلیه مکان‌ها اقدام بکنن. فقط این نکته رو عرض بکنم، همونجور که مردم و مسئولین و نیروهای مسلح دست به دست هم دادن برای اینکه انشالله از این بحران عبور بکنیم، از نقاطی از دشت آزادگان امروز تماس داشتیم مبنی بر اینکه مردم در سیل گرفتار هستن و نیازمند این هستن که نیروهای امدادی زودتر به دادشون برسن برای اینکه بتونن مناطق رو ترک کنن. از این تریبون استفاده میکنم، خواهش میکنم همه دست به دست هم بدیم، انشالله این بحران رو پشت سر بگذاریم. اگر تغییری در وضعیت اتفاق بیفته انشالله در ارتباطات بعدی حتما خدمت شما ارائه خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای محمودی، همکارم در اهواز. در لرستان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از بازگشایی جاده های بیش از 600 روستای سیل زده گزارش داده. راه ارتباطی 210 روستا در لرستان همچنان قطع است. مدیر شعب بانک کشاورزی استان لرستان هم گفته کشاورزان خسارت دیده در شهرهای پل دختر و معمولان نیازی نیست برای بررسی خسارت درخواست بدهند. آقای جهانی میرفزوده خسارت کشاورزان در این دو شهر که طرف قرارداد صندوق بیمه محصولات کشاورزی هستند به زودی به حسابشان واریز می شود. اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز به لرستان رفتند. مهمترین مشکل مناطق سیل زده پل دختر و معمولان همچنان حجم انبوه گل و لای است که خانه ها، کوچه ها و خیابان ها را پوشانده و کمبود ماشینالات سنگین مشهود است. اوی انا هونم راته چیام و راته نه هیچی اناریم. اینجا خونه های معمولان هست و پر از گل و لای و به سختی آدم توش راه میره. 3 روز اینجا هستیم و داریم به کمک مردم لرستان همراهیشون میکنیم تا خونه را تخلیه کنیم. من دست همهشون یکی یکی میبوسم در عوض تمام لرستان. خوشحال شدیم اومدیم یه کمکی کرده باشیم، یه لبخندی رو لباشون دوباره بیفته و ببینیمشون. در جای جای مناطق سیل زده عده‌ای با برپایی موکب‌ها دغدغه سیل زدگان را با غذای گرم رفع می‌کنند. نظر تغذیه، غذا رسانی، اندلا، سنگ تموم نیانه همه چیه. سپاه در پل دختر به 7000 نفر خدمات پزشکی ارائه کرده و هوافضای ارتش هم در معمولان بیمارستان صحرایی برپا کرده است. بیمارستان سیار ما 32 تخت خواب است که و بیمارستان تخصصی محسوب میشه، همه تخصص ها رو داریم. در چند روز اکرها ها قطعا دکتر مثلا هنویه ای سنوتکه اموی ما الحمدلله دکتر را دارن دی سنوتکه کمک میکن، عرض مزور دوری رایگان و مهمن.
فتا شمار مددجویان آسیب دیده از سیل در لرستان را 20 هزار خانوار اعلام کرد و به آنان قول‌هایی داد. تمام این 20 هزار خانواده لوازم خانگیشون تامین میشه. اینا با ما، جای دغدغه وجود نداره. با قرش ماشین‌های سنگین راهسازی یکی یکی جاده‌های دسترسی گشوده می‌شود. شبانه روز کار می‌کنیم که راه‌های عبوری مردم باز کنیم که بتونن رفت آمد کنن، راهشون باز باشه. بیش از 100 دستگاه ماشین‌آلات سنگین پیمانکاران و بخش خصوصی پای کار آوردن و در بیش از 21 محور 15 پیمانکار در واقع مشغول فعالیت هستند. به گفته ی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 35 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در لرستان خسارت دیده است. خانه ما برده، هیچی نداریم، اینا یک خانه زندگیمون. وصل کردن آب، برق و گاز در کوههای برافراشته ی زالگرس کار دوچندان سختی است، اما ما اگه راه نباشه از کو میریم. با تلاش نیروهای امدادی آب آشامیدنی 85% شهر پلدختر به رغم پایدار نبودن شبکه برقرار شده است. آب به معمولان هم رسیده است، هرچند صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری است. تا کنون آب آشامیدنی 796 روستا معادل 97% جمعیت آسیب دیده از سیل وصل شده است. عمده شبکه آب ما در واقع آبدار کیفیت کاملا کنترل میشه، بهداشت آب کاملا داره کنترل میشه، هیچ مشکلی نداریم. راه دسترسی از خرم‌آباد به پل دختر و معمولان، معمولان به پل دختر و نیز 602 روستا برقرار شده است، هرچند راه 210 روستا همچنان مسدود است. با بازگشایی راه‌های دسترسی روند امدادرسانی به لرستان روان‌تر شده، هرچند با توجه به عمق خسارات، بازگشت آرامش سیل زدگان، عزم ملی و حمایت همه‌جانبه مردم ایران رو می‌طلبه. فکوری، خبرگزاری صدا و سیما، معمولان. با موافقت و ابلاغ وزیر اقتصاد به گمرک کشور، اقلام مورد نیاز برای کمک به آسیب دیدگان سیل از پرداخت حقوق ورودی معاف شدند. در 18مین نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور هم بحث استفاده از کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده موجود در انبارهای اموال تملیکی برای تامین نیازهای سیل زدگان مطرح شد. همچنین امروز رئیس اورژانس کشور هم از ارسال 500 تن دارو به مناطق سیل زده خبر داد. همزمان با کمک‌های گروه‌های امدادی، سیل مهربانی و نودوستی مردم هم برای کمک به هموطنان سیل زده همچنان جاری است. گروه‌های جهادی، بسیجی، موکب‌های اربعین و اصناف هم پای کارند. اینجا پایین شهر است. همتون رو دوست دارم مردم لرستان. قشری که شاید خیلی درآمد بالایی نداره. مردم لحظه به لحظه میان اینجا کمک می‌کنن. اما همیشه در بزنگاه‌ها سرشان بالا است. گرفتاری همه ما داریم، ولی اونا گرفتارترن. این روزها هر کسی به اندازه وسعش کمک میکنن. عیدی ناقابله، خدا خیر بده، همونم ارزشمند. نه آقا، ما شرمنده ایم. عیدی آمدم به کمک به سیزده آمدم. تنور همدلی در همه جای ایران داغ است. وقتی که تو تلویزیون این تصویرها رو میبینیم خیلی دلمون میشکنه. فکر افتادیم که جمع بشیم نون بپزیم براشون. بعدی از بانوان هم مثل زمان جنگ دور هم جمع شدن تا سفره کمک به همدلی را پهن کنن. سبزی و لوبیا، سبز و هویج فرنگی اینا تمیز بشه، بسته بندی بشه. عده‌ای جمع شدن سیب زمینی سرخ کردن. داریم برای سیل‌زده‌ها سیب زمینی می‌کنیم، انشالا خدا قبول کنه. در این بین نیروهای جهادی هم اعزام شدن. در بازار تهران هم بازار همدلی گرم بود. امر کمک رسانی به آسیب دیدگان، تعمیر خودرو، تعمیر لوازم خانگی آسیب دیدگان رو به طور مجانی انجام دادن. امیدواریم این روحیه مثل گذشته همچنان در اصناف وجود داشته باشه. بنی آدم اعضای یکدیگرند. دانش آموزان یک مدرسه هم عیدیشونو و هم یک بطری آب هدیه دادن به مردم مناطق سیل زده. میخوام با یه بطری آب نشون بدیم که با اونا ابراز همدردی میکنیم و امیدواریم که هرچه زودتر به خونه زندگیشون برگردن. اینجایی که من رفته بودم گوشه کوچکی از همدلی مردم رو به تصویر کشیده. زحمت این لباسا رو بگیرید، قربون دست من هم رانندم. شما همین الان شاید خود وضع اقتصادیت خیلی خوب کنم. نه، اونا واجب ترن. پیروزم 6 تا فتوا بود. چرا حاج خانم؟ ها چرا؟ برای هموطنم. اما همه ما میدانیم که کمک به هم نوع بالا شهر و پایین شهر نداره. این روزها همه پای کار هستن. خدا رو شکر که پول داشتم تونستم این چند تا دونه رو
هدیه کنم بهشون. هلال احمری که این روزها توسط برخی از کشورهای غربی تحریم شده، امروز اعلام کرد که تا امروز صبح حدود 75 میلیارد تومان کمک نقدی شما مردم عزیز بوده. تجربه نشان داده است که مردم ما در همه مواقع، خصوصا در مواقع حساس، هیچ وقت همدیگر را تحریم نکردند و هیچ سدی نمیتواند در مقابل این سیل همدلی و مهربانی جلودار باشد و مردم ما همیشه لبریز بودن از امید و نشاط و همدلی. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس سازمان بهزیستی گفت 28 هزار خانوار از مددجویان بهزیستی در 20 استان درگیر سیل بودند که به آنها رسیدگی شده است. آقای قبادی دانا گفت به همه مددجویان در مناطق سیل زده 500 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت شده. رئیس سازمان بهزیستی همچنین از پرداخت مبلغی با عنوان کمک معیشت به حساب 15500 خانوار شناسایی شده جدید خبر داد که از امروز قابل برداشت است. وی میزان کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمع‌آوری شده سازمان بهزیستی را تا امروز 7 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام کرد.